بسم الله الرحمن الرحیم سلام دانش آموزان عزیز امیدوار استم همگی تان در کنار خانواده های خود جور و صحتمند و سرحال باشید. با یکی دیگر از درس های کیمیا که از طریق دریچه تلویزیون تمدن پخش میشه شما را خوش آمدید میگم البته قبل از اینکه درس امروز خود ما و شما شروع کنیم یک بار درس گذشته خود ما و شما مرور میکنیم درس گذشته ما و شما شاگردای خوب و نازنین در مورد الکایل هلایت مهم بود که ما و شما از جمله الکایل هلایت مهم سه تایش خواندیم یکیش با نام چی یاد میشد با نام میتایل کلوراید یاد میشد دومش با نام کلوروفارم یاد میشد و سومش با نام کربن تترا کلوراید یاد میشد عنوان درس امروز ما و شما چی است عنوان درس امروز ما و شما صفحه 120 فصل جدید فصل هشتم عنوان درس امروز ما و شما الکل ها می باشد درس بسیار ساده و آسان است فصل هشتم الکل ها عنوان درس نشته می کنیم الکل ها بسیار درس ساده و دلچسب می باشد خب اول ما و شما الکل ها را تعریف می کنیم الکل ها چی است الکل ها عبارت از هایدروکاربن های اکسیجندار را گویند که الکل ها عبارت از هایدروکاربون های چی اکسیجن را گویند که از تعویض هایدروژن یک هایدروکاربون از تعویض چی از تعویض هایدروژن یک هایدروکاربون با گروه چی هیدروکسیل به وجود می آید شما هایدروژن یک هایدروکاربون ها پس کنین و جایش گروه هیدروکسیل ها اضافه کنین چیزی که به وجود می آید چی است چیزی که به وجود میاد الکل است از همین خاطر است که الکل ها را ما و شما به همه قسم تعریف کردیم الکل ها هیدروکربن های اکسیژن دار است که از تعویض هایدروژن یک هیدروکربن با گروه هیدروکسیل چی میشه بدست میه. بسیار ساده یک هیدروژن یا دو هیدروژن یا بیشتر از دو هیدروژن یک هیدروکربن شما پس کنین با جایش او OH اچ اضافه کنین و چیزی که به وجود میاد دقیقاً الکل هاست شما از درس های گذشته میفهمین که گروپی وظیفوی الکل ها چی میباشه گروپ وظیفوی الکل ها او OH اچ میباشه که او OH اچ عبارت است گروپ هیدروکسیل میباشه خود کلمه الکل یک کلمه عربی است خود کلمه الکل کلمه چیه کلمه عربی است به معنای جوهر شراب می باشه به با معنای چی به معنای جوهر شراب می باشه. خب شرابی که در کشورهای غیر اسلامی استفاده میشه هم یک مرکب است مربوط خانواده الکل است ولی فکرتان باشه بسیار ساده و آسان برای شما میگم که نوشیدن شراب در دین مقدس اسلام حرام مطلق است حرام قطعی است گناه کبیره است در قرآن آمده سوره مائده آیه 90 ما و شما در درس های بعدی در مورد شرابی که در کشورهای غیر اسلامی استفاده میشه ما و شما گد میزنیم که چرا دین مقدس اسلام شراب را حرام مطلق دانسته حرام قطعی دانسته خب به هر حال الکل کریمه عربی است به معنای چی؟ به معنای جوهر چی میباشه؟ جوهر شراب میباشه جالبش اینجاست که کاشف الکل ها خب شما تو فکر نکنین که الکل یک مرکب است همو شراب است الکل صدها مرکب در این خانواده وجود داره استفاده های بسیار خوب و موثر داره الکل ها که نمونه های شما و شما در درس های دیگه ان شاء تنها در واقع شراب الکل نیست شراب فقط یک مرکب است که مربوط خانواده الکل است الکل یک خانواده است یا یک گروهی از مرکبات عضوی است یک مرکبش به نام ایتانول یاد میشه که در کشورهای غیر اسلامی در نوشیدنی های الکلی چی میشه استفاده میشه کاشفی الکل یک دانشمند اسلامی است به نام زکریای رازی اولین بار توسط یک دانشمند مسلمان به نام زکریای رازی الکل ها چی میشه کشف میشه پسوند نام الکل ها چی میباشه پسوند نام الکل ها اول میباشه اول مشخصه است پسوند نام هر مرکب اگر اول بود او حتما 100 درصد چی میباشه الکل فرمول عمومی الکل ها چی فرمول عمومی الکل ها R رابطه او اچ است که در فرمول آر گروپ آلکایل است متشکل از کاربون و هایدروژن است و او اچ چی است او اچ گروپ وظیفوی الکل هاست به نام گروپ هایدروکسیل یاد میشم آره که در فرمول عمومی الکل ها شما میبینین میشه بقیه الیفاتیک باشه و یا میشه بقیه چی باشه آروماتیک به با این مثال برای شما کار کنیم مثلا شما ببینید اما رقم که ما در تعریف برای شما گفتم مثلا ما سی 4 CH4 ما شما در درس های گذشته خونده میتان است. CH4 چی است؟ میتان است. هیدروکربونی چی است؟ الیفاتیک است. اگر ما یک هیدروژن میتان کم کنیم چی میشه؟ CH3 میشه. اگر به یک هیدروژن OH اضافه کنیم چی میشه؟ چیزی که با وجود میاد الکل است. در اینجا CH3 باقی چی است؟ بقیه الیفاتیک است. بقیه آروماتیک نیست. و یا C6H6 چی است؟ C6H6 فرمول مولکولی بنزین است. فرموله مالکولی چی است؟ بنزین است ما یک هیدروژن شکم میکنم نوشتم میکنم سی پنج. خب بجای یک هایدروژن چی اضافه میکنم؟ بجای یک هایدروژن او اضافه میکنم چیزی که با وجود آمده چی است؟ الکول است ولی بقیهش که سی شش ایش پنج است بقیهش چی است؟ است از امی خاطر است که ما و شما گفته میتونیم در الکول ها بقیه یا آر میشه الفاتیک باشه میشه چی باشه آروماتیک. خب روی مانیتور بعضی از گپای خوب گفته شده این شما یاد داشت بگیرین بسیار ساده و آسان الکل ها در ترکیب این مرکبات گروه وظیفوی چی وجود داره هایدروکسیل وجود داره گپ دوم الکل کلمه عربی بوده که به معنای چی میباشه جوهر شراب کاشف الکل دانشمند مسلمان زکریای چی میباشه رازی فرمول عمومی الکل ها آر رابطه چی میباشه او اچ می میباشه پسوند نام الکل ها چی می باشه او ال و الکل ها از دو جهت طبقه شده از چند جهت از دو جهت طبقه شده که هر میشه شماره وار برای شما توضیح میتونم از دو جهت یک الکل ها نظر به تعداد گروه هایدروکسیل طبقه شده نظر به تعداد چی نظر به تعداد گروه هایدروکسیل چی شده طبقه بندی شده الکل ها نظر به تعداد گروه هایدروکسیلش شاگردای خوب و نازنین به سه بخش تقسیم شده به چند بخش به سه بخش تقسیم شده که یکش به نام الکل های یک قیمت ها یاد میکنه چند یک قیمت یاد میکنه و دیگهش به نام الکل های دو قیمت ها یاد میکنه و سومیش به نام الکل های چی یاد میکنه چندین قیمت الکل های یک قیمته ها کدام الکل ها را میگم؟ الکل هایی که در ترکیب آن یک گروه هیدروکسیل باشه مثل چی مثل CH3 رابطه CH2 رابطه OH یا مثل H 7 رابطه OH این الکل هایی که را که اینجا ما نوشته کردیم در ترکیب آن یک گروه هیدروکسیل است و این الکل ها به نام الکل های چند قیمته ها یاد میشه یک قیمت. الکل هایی که در ترکیب آن دو گروه هیدروکسیل است و الکل ها را به نام الکل های دو قیمته ها یاد میکنه که شما در درس های گذشته هم خوانده بودید فرمولش را نوشته میکنم مثلا نوشته میکنیم یک, OH, OH. یک مرکب CH2 رابطه CH2 رابطه OH رابطه OH شما ببینید یک مرکب است ببین کربن داره و OH داره هر مرکبی که OH داشته باشه حتما چی است الکل است ولی چون دو تا OH داره پس الکل ما الکل چند قیمت است دو قیمت هست. اگر یک الکل بیشتر از دو گروه OH داشته باشه او الکل به نام چی یاد میکنه به نام الکل چندین قیمت ها یاد میکنه مثل چی مثلا داشته باشیم CH2 رابطه OH CH رابطه OH CH2 رابطه OH ببین یک مرکب عضوی است کاربون داره هایدروژن داره اکسیژن داره او داره بسیار ساده چون او داره پس الکل است و چون بیشتر از دو تا او داره این سه تا او داره با واسه ما و شما گفته میتونیم الکل ما الکل چی است چندین قیمت است خب یک الکل ها را ما گفتیم نظر به دو چیز طبقه بندی میشه یک نظر به تعداد گروه هیدروکسیل. با سه بخش یک قیمت دو قیمت و چندین قیمت دیگه نظر به تعداد رادیکال ببین در الکل ها OH مستقیم بالای کاربون وصل است کاربونی که اوH OH بالای آن وصل است این کاربون از خود نام داره این کاربون نامش چی است این کاربون نامش کاربون کاربینول است نام از این کاربون کاربون چی است کاربون کاربینول کاربینول تعریف شه یاد بگیرین. هر کس از شما سوال کرد کاربون کاربینول چی است شما بگوین کاربون کاربینول و کربون گفته میشه که بالای آن گروه هایدروکسیل وصل میباشد کاربونیل کاربینول یک رابطش 100 درصد با چی باید باشه با گروه هیدروکسیل باشه چند رابطه دیگهش میمونه سه رابطه دیگهش میمونه یک دو سه رابطه مجموعا چهار رابطه میشه یک رابطه دو رابطه سه رابطه چهار رابطه خب سه رابطه آزاد میشه از این سه رابطه آزاد یکیش رادیکال باشه دو تایش هیدروژن باشه کی او که در صورت الکل به وجود میاد که او الکل به نام الکل اولیات میکنه یا پرایمری الکل اگر از این دو تا را از این سه تا رابطه دو تا اش رادیکال باشه و یکش هیدروژن باشه الکلی به وجود میه که او الکل به نام الکل دومی یاد میکنه یا سکندری الکل اگر از این سه تا رابطه هر رادیکال باشه یعنی هیدروژن هیچ نباشه کاربونی که سرش او اچ است هیچ هیدروژن نداشته باشه از سه طرف با کربن محاصره شده باشه این الکل به نام الکل سومیت میکنه یا به نام ترشیری الکل پس الکل ها نظر به تعداد رادیکالی که بالای کربن کاربینولش است و چند بخش تقسیم شده به سه بخش پرایمری الکل سکندری الکل و ترشیری الکل پس ما و شما یاد گرفتیم که الکل ها از دو نظر چی میشه طبقه بندی میشه یک نظر به گروه هیدروکسیل قیمت گذاری شده دیگه نظر به تعداد رادیکالی که بالای کاربن کاربینولش است در واقع چی شده و اولی و دومی و سومی چه شده تقسیم بندی شده موضوع بعدی که ما و شما شاگردای خوب در موردش گپ میزنیم موضوع بعدی ما و شما نامگذاری الکل ها الکل ها را به روش های مختلف ما و شما نامگذاری کرده میتونیم یکی از روش های نامگذاری الکل ها را امروز میخوانیم روش های دیگه ش روزهای دیگه می رویش نامگذاری که امروز ما و شما میخوانیم نامگذاری معمولی الکل هاست نشته میکنیم نامگذاری چه؟ نامگذاری معمولی چه؟ الکل ها یک درس بسیار ساده و آسان است ببین فرمول عمومی الکل ها چی بود؟ R رابطه O -H. در رویش نامگذاری معمولی الکل ها چی رقم نامگذاری میشه؟ در روش معمولی الکل ها طوری نامگذاری میشه که اول نام رادیکالش گرفته میشه در آخرش کلمه الکل چی میشه؟ ذکر میشه هر الکلی که یا هر مرکبی که پسوند الکل داشته باشه صد در صد نامش نام چی میباشه؟ معمولی میباشه در روش معمولی اما رقم که شما روی مانیتور میبینین بسیار ساده و آسان طوری نامگذاری میشه که اول نام ای رادیکال گرفته میشه دا آخرش کلمه الکل چی میشه ذکر میشه بیاییم ما و شما مثال کار کنیم مثلا ما و شما داشته باشیم CH3 رابطه OH کوچکترین الکل این الکول اینا می مرکب است از این که الکل کوچکتر دیگه وجود نداره اگر خواسته باشیم به رویش معمولی نامگذاری کنیم اول نام رادیکال رادیکالش CH3 CH3 چی است میتایل دا آخرش الکل اضافه کنیم چی میشه نامش میشه میتایل میتایل چی؟ الکل 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 به این صورت ما و شما نامگذاری کرده میتونیم نام را که ما نوشته کردیم نام چی است؟ نام معمولی بسیار ساده واسه یا مثلا اگر ما و شما داشته باشیم CH2 دو رابطه CH رابطه OH این هم یک الکل است ولی الکل غیر مشبوست به خاطر چی به خاطر از یک رابطه اشتراکی چند گانه داره دو گانه ما روزای گذشته برای شما گفته بودم در درس قبلی ببین در صورتی که ایتلین به عنوان رادیکال عمل کنه نامش چی میشه وینایل میشه و نام این مرکب چی میشه نام این مرکب با سیستم معمولی وینایل الکل میشه وینایل چی الکل و وینایل الکل یک نام چی است معمولی است شاگردای خوب خب مثال دیگه برای شما نوشته میکنم مثلا ما شما داشته باشیم CH2 دو رابطه CH رابطه CH2 رابطه OH بازم مرکبی که به وجود آمده یک الکل است و این الکل ما شما الکل چی است غیر مشبوس الکل غیر مشبوز است اگر خواسته باشیم این مرکب رو ما و شما نامگذاری کنیم برای شما معمولی چی رقم نامگذاری میکنیم اول نام رادیکال داخلش کلمه الکل چی میکنیم ذکر میکنیم رادیکال ما و شما اینجا چی است رادیکال ما و شما علل است شما در درس های گذشته خواندین این رادیکال به نام علل یاد میکنم و در آخرش کلمه الکل اضافه میکنیم نامش میشه علل چه؟ الکل شاگردای خوب و نازنین درس امروز ما و شما همینجا ختم شد طریقه های دیگه استحصال الکل ها را ما و شما در درس های دیگه انشاءالله میخونیم برنامه های درسی ما رو فراموش نکنین که از طریق کانال تلگرام و چینل یوتیوب مکتب تمدن بیننده نباشین تا درس بعدی خدایا رو نگهدارتان شاد و موفق باشید.